دوستان عزیز، همیهنان گرامی، در این ویدیوی نسبتاً کوتاه میخوام اشاره بکنم به سیاست بسیار اشتباهی که رژیم جمهوری اسلامی به دنبال روی از دولت انگلستان شروع کرده و البته از قبلم این کارو میکرد، ولی یک توجیه مثلا علمی برای این کار پیدا کرد و خود انگلستان، دولت انگلستان هم به این سیاست اشتباه پی برد و از اون سیاست عقب نشینی کرد و اونو تغییر داد. به عنوان یک پزشک و یک رزمنده نجات و سرباز میهن، وظیفه خود میدونم که این روشنگری رو بکنم، به خاطر اینکه شفافیت متاسفانه در 41 سال گذشته در کشور ما وجود نداشته، نداره و نخواهد داشت از طرف حکومت. بنابراین ما مردم باید به فکر خودمون باشیم و با این شفافیت سازی ها و آگاهی دهی ها و اطلاع رسانی های درست مردم رو آگاه بکنیم و بتونیم از این فاجعه انسانی که متأسفانه شروع شده ولی با آگاهی هایی که ما و دیگر پزشکان و کانال های مردمی در سطح جامعه پخش میکنن، یه مقداری از اون شیوع گسترده که جمهوری اسلامی میخواست کم شده و ما باید این سرعت کاهش رو هرچه بیشتر بکنیم و بتونیم جونهای بیشتری رو و انسانهای بیشتری رو نجات بدیم. دوستان، این سیاست اشتباهی که انگلستان پیش گرفت به اسم هرد ایمیونیتی یا ایمنی توده ای یا دست جمعی، هرد یعنی توده، رمه، گله، دست جمعی، چیزایی که توده ای هستش، یعنی انبوهی از مردم یا انبوهی از حیوانات، این ایمنی رو میگیرن و میان پلاسمای اینا رو، یعنی خون اینا رو میگیرن و پلاسما رو جدا میکنن و اون آنتیبادی که داخل خون اینها هستش به افراد دیگه تزریق میکنن. این البته روش جدیدی نیست، هیچ مخصوص کرونا هم نیست، اصلا ربطی به این نداره. این روشی هست که حدود یک قرن قبل شروع شده بود و در سالهای اخیر برای بعضی از بیماری ها مثلا ایبولا این کار رو انجام دادن. حالا من اجازه بدید یه توضیح کوتاه بدم اصلا که شما دوستان عزیز روشن بشید، چون این ویدیو هم حالت تخصصی داره هم میخوام به زبون ساده هم باشه برای عموم مردم که آگاه باشید. ویروس یا باکتری یا اون ماده خارجی که وارد بدن میشه و سیستم ایمنی بدن رو تحریک میکنه که بر علیه اون موادی بسازه، ایمیون گلوبولین یا که حالا میتونیم بگیم یک نوع پروتئین بسازه که اینا رو از بین ببره. این ماده ای که وارد شده، این ماده خارجی مثلا ویروس، بهش میگن آنتیژن. آنتی یعنی زد، ژن یعنی این که میتونه تولید کننده باشه یا به اصطلاح سیستم رو تحریک بکنه که تولید بکنه. خب به این میگن آنتیژن. اون پروتئین یا گلوبول ایمنی، ایمیون گلوبولی که در بدن ساخته میشه، بر علیه اون بهش میگن آنتیبادی. خب این آنتیبادی ها در بدن ما بر علیه انواع ویروس ها و میکروب ها و اجسام خارجی درست میشه. حالا انگلستان میخواست از این ایده استفاده بکنه و بگه که توده مردم و اکثریت مردم اونجا این بیماری کرونا رو بگیرن، کووید 19 رو بگیرن، مبتلا به ویروس کرونا جدید بشن و کووید 19 رو بگیرن و بیان از پلاسمای اینا برای بقیه ای که نگرفتن استفاده بکنن، که کار بسیار غیر انسانی و نادرستی هستش. این فقط در موارد بعضی از بیماری ها که اولا شیوع پایین دارن و درجه کشتارشون ممکنه بالا باشه، حالا اون فرق میکنه، ولی اینا شیوع خیلی پایینی دارن و هیچ دارو یا واکسن یا چیزی رو بر علیه این بیماری ها نمیشه درست کرد یا درست نشده، میان از این کار استفاده میکنن. ولی در مورد کرونا که شیوع فوق العاده زیادی داره، این تعداد
نه تنها تعداد بسیار زیادی از مردم مبتلا باید بشن، بلکه تعداد مرگ و میر بسیار بالاست. بنابراین نمیشه شما بیاید با جون انسان ها بازی بکنی به خاطر اینکه مثلا یک سری این بیماری رو بگیرن، بعد بیای از خون اینا پلاسماشون رو جدا کنی، اون آنتیبادی رو بگیرید و از اون آنتیبادی ها برای کسانی که نگرفتن استفاده بکنید. و این مورد انتقاد بسیار تند و شدید مجامع علمی و دانشمندان و بهداشت جهانی قرار گرفت و خود انگلستان الان نشونتون میدم که از این سیاست عقب نشینی کرد. این مقاله فقط برای اینه که نشون بدم که این در سال 2015 در واقع این مطالعه انجام شده و آنلاین این مقاله منتشر شده در سال 2016 به عنوان به اصطلاح در مجله کاغذی. خب اول آنلاین بوده، بعد در مجله این چاپ شده، در مجله بلاد ترانسفیوژن چاپ شده و این نشون میده که اصلا این کار یه کاری بوده که از قبل میکرده. البته این مقاله در مورد ایبولا صحبت میکنه، فقط خواستم نشون بدم که همچه چیزی بوده، از خیلی وقت پیش بوده و برمیگرده به سده بیستم در واقع یک قرن گذشته. اما این در مورد ویروس کرونا اصلا جایز نیست، کاری بسیار اشتباه و فاجعه آمیزه. حالا میخوام گوش بدید به این آقای محقق از انگلستان، ببینیم چی داره میگه، بعد من صحبت میکنم روش. Enough of us who are going to get mild illness to become immune to this to help with the sort of whole population response which would protect everybody. 60% is the sort of figure you need to get high immunity. I mean, of course, we do face the prospect of as the Prime Minister said yesterday, of an increasing number of people dying. That is a real prospect. This is a nasty disease. خب همطور که میدونید و این جناب محقق هم داره، دکتر والانس داره اشاره میکنه، این یک بیماری خطرناکیه و باید 50% مردم این بیمار رو بگیرن که شما بتونید یه مقداری پروتئین جمع بکنید، آنتیبادی جمع بکنید برای 50% بقیه. خب تعداد مرگ و میر در این 50% چقدره؟ به همین دلیل اینا عقب نشینی کردن و این در واقع این توضیح که میبینید توی این اسلاید، این در واقع در رابطه با همون ویدیویی که الان نشونتون دادم که میگه انگلستان عقب نشینی کرده از اون استراتژی هرد ایمیونیتی یا ایمنی دست جمعی یا توده ای. خب اما میبینیم که در ایران در واقع همین کارو دارن پیش میبرن، از روز اول هم همین کارو کردن. خب بعدا صحبت میکنیم که این دلایل مختلف داره که چرا جمهوری اسلامی داره این کارو انجام میده، ولی میخواستن با این بهانه که توجیه علمی هم براش داشته باشن و حتی پزشکانی هم اومدن و حتی میبینیم که توی بیمارستان هم متاسفانه بعضیا دارن تبلیغ این نوع میکنن. حالا توی منحنی بهتون نشون میدم که چرا این یک فاجعه است. حالا این مصاحبه جاما هستش، جاما مجله جامعه پزشکی آمریکاست و جاما داره مصاحبه میکنه با این دکتر پولند که خودش مدیر بخش تحقیقات واکسن سازی مایو کلینیک هستش. حالا اینو گوش بدیم، به این مصاحبه کوتاه گوش بدیم، بعد برمیگردم دوباره یک قسمت دیگه از همین ویدیو رو بهتون نشون میدم که ببینیم چرا این اشتباه و چیکار داره. Create herd immunity by keeping your pubs open and letting quite a few people get infected. That was suggested. It didn't, I think, go over very well with some of the leading health scientists, and it was very interesting because they really dramatically changed just in the last two or three days.
to really accept the guidance that WHO has offered about social distancing. It was really quite a reversal. So I don't think they're pursuing this kind of herd immunity approach. Thankfully. بله خب این خبرنگار در واقع خبرنگار جاما این خبرنگار نیست این ادیتوره چیف ادیتور جاما هستش خودش هم پزشک متخصص اطفال بعدن توی همین ویدیو یه جایی اشاره میکنه و به داره میگه که بله انگلستان از این سیاست هرد ایمیونیتی میخواست استفاده بکنه که مورد انتقاد شدید قرار گرفت و چون محققان و دانشمندان به این اعتراض کردن و WHO همینطور و خود دولت انگلستان به این پی برد و سریعا جمعش کرد فکر کنم چیز در حدود یکی دو هفته روی این صحبت کردن و بعدا عقب نشینی کردن از این سیاست و همون سیاست های WHO یا بهداشت جهانی رو که باید این بیماری رو محدود بکنید و پخش ویروس محدود بشه و به آرامی پیش بره که به اصطلاح ظرفیت پزشکی اون کشور هر کشوری حالا باشه بتونه جوابگوی نیاز بیماران باشه حالا به این قسمت از این مصاحبه گوش بدیم بعد من روش صحبت میکنم که ببینیم اصلا پلاسمای نقاهتی یا اون پلاسمای بهبود یافته افراد بهبود یافته که ازش استفاده میکنن چجوری هستش و چطور باید انجام بشه و اصلا آیا این سیاست مناسبی هست استراتژی مناسبی هست برای کرونا یا نه Can you see a future that would involve forms of passive immunization or convalescent serum? I mean, convalescent serum is a century old. Not a lot of good clinical trials, but on the other hand, it's been used in almost every other pandemic. And I'm just wondering, as you peer into the future, into August or September or October, and we're trying to get large groups of people back, or you're bringing students to a college campus, can you see convalescent serum or passive immunization being part of that process? So probably not. Okay. I don't think that we would have enough, but I do think that what we need to do right now is we need polyclonal, even monoclonal antibody development. We need that now. Simultaneously, you see antivirals trying to be repurposed or redirected and studied for this. And then of necessity, lagging behind that will be vaccine development. The issues with, for example, plasma-derived therapy, polyclonal antibody, immune globulin, is that maybe you get a dose or two out of each person you plasmapherese. So the idea of getting a very large number, you know, when you and I were college students, if you went overseas, you got immune globulin to protect yourself against hepatitis A, right? There was plenty of it. I don't think we're going to have quite that kind of supply. Now, monoclonal antibodies would be a possibility because you can synthesize those in mass quantities, but they've got to go through, you know, the usual clinical trial kind of time frame. The thing that's really going to protect us over the mid to long term is getting a vaccine. And I have some reservations about some of the approaches being taken. بله خب این اشاره کرد به دو نوع مونوکلونال آنتیبادی و پولیکلونال اینا دو نوع هستن که مونوکلونال بر علیه یک پروتئین خاص میتونه عمل بکنه اما با توجه به اینکه سطح پوششی ویروس کرونا شامل حاوی چند نوع پروتئین هستش پولیکلونال بهتر هستش اما مسئله اینه که این الان برای این کار نمیشه برای ویروس کرونا نمیشه این کار رو انجام داد به این دلیل که اولا باید از مراحل تحقیقاتی علمی رد بشه تا این تایید بشه و بعدش هم هنوز ما ویروس رو نمیشناسیم به اون صورت اصلا نمیدونیم که چجوری میخواد عمل بکنه دوره بعدیش چجوری هستش بنابراین بهترین کار اینه که روی درمان و روی واکسن ما تمرکز پیدا بکنیم تا در آینده اطلاعات بیشتری پیدا بشه و بشه مثلا
به این نوع که در واقع پلاسما نقاهتی که از افرادی که دچار شدن و بهبود پیدا کردن میتونن بگیرن و برای کسان دیگه مصرف بکنن. بنابراین دلخوش کردن به اون نادانسته ها و چیزایی که هنوز اصلا در موردش اطلاعات دقیقی نداریم، این فقط یک خیال بافیه و موجب تلفات سنگین تر میشه. البته جمهوری اسلامی با عمد و از روی عمد و از روی قصد داره این کار رو انجام میده، ولی با اون خبری که در انگلستان پخش شد میخواست یه توجیه علمی برای این پیدا بکنه که خود انگلستان هم اصلا پی برد که این اصلا یه چیز اشتباهیه، بسیار اشتباه و بسیار فاجعه آمیز خواهد بود. حالا ببینید که این سیاست چجوری هستش و در واقع اون منحنیایی که ما در موردش هم قبلا هم صحبت کردیم اینجا من دوباره توضیح بدم. ببینید این محور عمودی تعداد موارد ابتلا و اینم زمان هستش. حالا این زمان معمولا هفته تا ماه هستش که البته بیشتر روی ماه ها داریم صحبت میکنیم اینجا و بیشتر کشورها و اصلا خود بهداشت جهانی این منحنی رو پیشنهاد میکنه و میگه که روی این منحنی باید کار بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه قرنطینه و ایزوله کردن بیماران باید انجام بشه که تعداد افرادی که مبتلا به این ویروس میشن و این بیماری کووید 19 رو میگیرن سرعتش پایین باشه و این خط که در واقع ظرفیت سیستم درمانی و بهداشتی یک کشور هستش، هر کشوری فرقی نمیکنه، یک سیستم خاص، یک ظرفیت خاصی داره و باید زیر اون ظرفیت ما بیمار داشته باشیم که بتونیم جوابگو باشیم. اما اون سیاستی که میخواست در انگلستان و در ایران از روز اول این کار رو کردن و هنوزم دارن ادامه میدن اینه که تعداد بسیار زیادی از مردم در مدت زمان کوتاهی مبتلا به ویروس کرونا جدید بشن و بیماری کووید 19 رو بگیرن که تعداد زیادی از مردم برگردن سر کاراشون و از اون طرف تعداد مثلا جوونا، بچه ها و جوونا که به اصطلاح سیستم ایمنی بهتری دارن. البته ما هنوز در مورد مکانیزم این ویروس هنوز نمیدونیم که آیا در بچه ها و جوون ها به خاطر این هستش که سیستم ایمنیشون قویه که این بیماری زیاد تولید نمی کنه، هرچند که بیماری تولید کرده و حتی ببخشید مرگ و میرم داشته در بین بچه ها، نوجوان ها و جوان ها، اما به نسبت افراد مسن‌تر تعدادش کمتره، درصدش بسیار پایین تره و اینا میخوان از این افراد پلازمای این افراد رو بگیرن و این آنتیبادی ها رو جدا بکنن که توسط یک مکانیزمی هست، یک پروسه هستش بهش میگن پلازما فرسیس که این آقای دکتر هم اشاره کرد توی صحبتاش. اما گفتش که از هر یک انسان میتونی یک یا دو دوز آنتیبادی بگیری برای مثلا یک نفر یا دو نفر دیگه، که این پروسه فوق‌العاده گرون و سنگینی خواهد بود و اصلا در واقع برای این ویروس اصلا به کار برده نمیشه فعلا. در آینده، در سالهای آینده، حالا ببینیم چی میشه، ممکنه، ولی الان کار بسیار بسیار اشتباهی هستش. اما در این منحنی که بدون معیارهای پیشگیری که حکومت همچنان داره پیش میبره و رژیم جمهوری اسلامی روی این منحنی دارن کار میکنن که تعداد بسیار زیادی بگیرن، یکی این که اولا اون 350-400 نفری که در صدر حکومت هستن با خانواده هاشون همه قرنطینه، همه در جاهای خوشاب و هوا و دور از افراد دیگه زندگی میکنن. بنابراین یکی از هدف ها اینه که تعداد زیادی مردم کشته بشن، تعداد زیادی مردم دچار بیماری بشن که دیگه اصلا چیزای دیگه از یادشون بره و برگردن سر کار، چون اقتصاد مملکت که کاملا میدونیم و
همه دیگه آگاه هستیم بر این که کاملا ورشکسته است و بخوان این اقتصاد رو مثلا دوباره رونق بدن که اصلا امکان نداره همچی چیزی، و اینکه از افرادی که بهبود پیدا کردن این آنتیبادی ها رو بگیرن تزریق بکنن به خودشون، به اون 350-400 نفری که در صدر حکومت هستن و افراد خانواده هاشون. البته اینو اشاره بکنم که ایمنی که از این نوع درمان کردن به وجود میاد ایمنی دائمی نیست، ایمنی موقته، در حدود چند ماه معمولا طول میکشه. معمولا تا حالا اون مکانیزم که به کار بردن برای بیماری های مختلف زیر یک سال هستش، بیشتر از اون دوام نمیاره، چون اون آنتیبادی ها پاک میشه، از بدن بیرون میره، چون بدن وقتی که آنتیبادی خودش درست نکنه، مثلا واکسن که میزنی شما یک آنتیژن رو تزریق میکنی به بدن و بدن سیستم ایمنی بدن میاد آنتیبادی بر علیه اون درست میکنه و سلول های حافظه ای درست میکنه و این ویروس یا این آنتیژن رو برای همیشه میشناسه. بنابراین ایمنیش طولانی مدت، معمولا مادام العمر، در بسیاری از موارد، همه نه ولی در بسیاری از موارد مادام العمر. اما در مورد این ویروس ما اطلاعات بسیار کمی داریم فعلا و بنابراین اصلا این چیز امکان پذیر نیست در این زمان و این فقط یک فاجعه انسانی میتونه درست بکنه. اما اون چیزی رو که ما مردم، پزشکان، پرستاران و کادر بهداشتی درمانی داریم بر علیه اون سیاست فاجعه بار حکومت داریم روش کار میکنیم اینه که ببخشید تعداد افراد کمتری، هممیهنان کمتری این به این بیماری دچار بشن، در مدت زمان طولانی تر ما بتونیم این کار بکنیم. درسته که ممکنه مثلا 70% جامعه بگیرن، هنوز نمیدونیم، اینا فقط تئوریه ولی احتمال داره. اما این 70% نباید یه دفعه بگیرن، چون اصلا سیستم درمانی ما، حالا بعدا توی اسلاید بعدی بهتون نشون میدم، خیلی خیلی ضعیف‌تر از اینه که جوابگوی این تعداد بیمار باشه. بنابراین این فاجعه انسانی که ما داریم صحبت میکنیم در موردش اینه که تعداد مرگ و میر بسیار بالایی رو به بار میاره که الانم به بار آورده، ولی هرچه این سرعت رو کمتر بکنیم میتونیم جون انسانهای بیشتری رو نجات بدیم. حالا یه نگاهی داشته باشیم به این سیاست و این فاجعه انسانی و مقداری آمار در مورد آمار جهانی و آمار ایران بعد روش صحبت بکنم. میدونیم که اگر ایران، یعنی منظور حکومت ایران، به دنبال ایمنی توده‌ای باشه، جان بیش از 500,000 انسان رو در خطر مرگ قرار میده. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ویدیو اول یادتون باشه، اون محقق انگلیسی گفت که 50% جامعه باید اینو بگیرن که بشه آنتیبادی تهیه کرد برای 50% بقیه. حالا بگذاریم از این که ما دستگاه یا ماشینی که پلاسما فرسیس باش انجام میشه تعداد بسیار محدودی داریم در کشور، حالا اون که به جای خود، و اصلا این امکان نداره. حالا اگه 50% 85,000,000 جمعیت ما بخواد این بیماری رو بگیره که میشه 42,500,000 نفر، و حالا بگیم که درصد کشندگی این بیماری 1.2% بر اساس میانگینی که از کشورهای مختلف به دست اومده، البته این خیلی متفاوت بود در زمانهای مختلف، بهداشت جهانی درصدهای مختلفی رو ارائه داد، اما در کشورهای پیشرفته معمولا چیزی در حدود 0.8 هستش، در کشورهای دیگه بالاتر هستش. بالا میانگین رو میگیریم ما، بگیم 1.2% افرادی که مبتلا میشن میمیرن، در واقع 510,000 نفر از جمعیت ما میمیرن اگه حکومت ایران به دنبال این نوع سیاست همینطوری ادامه بده. یعنی جون 500,000 انسانو به خطر میخوان بندازن برای یک سیاست بسیار غلط و فاجعه بار و ضد مردمی.
حالا این آمار مال دیروز هستش، هفتم فروردین، که من یه اشاره بکنم اینجا در سطح جهانی بیش از 500,000 نفر دچار شدن، 23,079 نفر مرگ و میر داشته، که البته این آمار بر اساس آماری که به بهداشت جهانی میرسه، درسته آمار کشورها هنوز کامل دقیق نیست ولی خیلی نزدیک، مال اونا نزدیک به واقعیت، اما مال ایران همونطوری که میبینیم و شاهد هستیم و خودمون روزمره داریم باش برخورد میکنیم، بسیار بسیار دورتر از واقعیت هستش. حالا بهتون نشون میدم. اما توجه بکنید به این منحنی تعداد مبتلایان در قسمت آبی، در نمودار آبی و در نمودار نارنجی موارد مرگ و میر هستش، این در سطح جهانی هستش، و ببینید که این منحنی یک حالت بسیار شیب تند و سعودی داره، ولی منحنی هایی که الان بعدا بهتون نشون میدم از طرف حکومت داره به بهداشت جهانی منعکس میشه اصلا اینو منعکس نمیکنه. ولی واقعیت ما که میدونیم. اینم 10 کشور صدرنشین جدول کرونا هستن که البته هر روز داره تغییر میکنه این کشورها، چون تعداد زیادی از کشورهای مختلف که اینا مبتلا میشن اینو داره تغییر میده. در چین تا حدود زیادی کنترل شده، البته هر چند که به آماری که دارن میدن نمیشه خیلی اعتماد کرد، به دلیل اینکه اگه اونا واقعا جامعه رو دوباره باز کردن و مردم دارن سر کار میرن، چطوره که اون افرادی که نگرفتن نمیگیرن واکسن که هنوز نیستش، قرنطینه هم که نباشه اینا به سر کار برمیگردن، خب تعداد زیادی از مردم که گرفتن و ویروس هنوز در جریانه چرا نمیگیرن؟ البته این درسته که تعداد کیس های چین پایین اومده و کنترل خوبی کردن، الحق که خوب کنترل کردن اونا، اما اولا ما اون امکاناتو نداریم و اون چیزایی که اونجا انجام دادن نمیشه تو کشور ما انجام داد، و ثانیا این که کشور مختلف هم به این آماری که چین داره میده بیرون در این چند هفته اخیر اعتماد زیادی نداره. حالا اون به جای خودش، ولی ایران رو نگاه بکنید که تعداد کل مواردی رو که به بهداشت جهانی اعلام کرده 29,406 نفر، تعداد کیس های جدید که مال 24 ساعت گذشته قبل از این هفتم فروردین 2,389 نفر اعلام کرده و تعداد کل مرگ و میر رو 2,234 نفر، که اگه شما اینو، این تعداد مرگ و میر رو به تعداد کل در نظر بگیری چیزی در حدود 9.3% حالا راندش بکنه، حدود مثلا 9 یا 10% در میاد، که این رقم بسیار بالاییه، که البته این درست نیست. در واقع مرگ و میر در، چون مخصوصا در کشور ما، چون کشور ما یک کشور جوونه، تعداد افراد کم سن و سال و جوونها و نوجوونها بسیار بالاتر از تعداد پیرهاست، برعکس ایتالیا و آمریکا که یک کشورهای پیر هستن، به خصوص ایتالیا، و مرگ و میر در اونا بسیار بالاتره به خاطر اینکه درصد افراد مسن جامعهشون بالاتره، ولی در ایران که یک کشور جوونه نباید اینجوری باشه. بنابراین این آمار کاملا دروغه، کاملا ساختگی هستش و آمار واقعی نیست. برحال و این جالبه که اینو اشاره بکنم، این بیمارانی که بعضشون وخیم هستش و در حال بحرانی هستن، اینو اولین باره که حکومت ایران اینو اعلام کرد، که ما بارها در آمارهایی که دادیم اینو اشاره کردیم که ایران تنها کشوری بود از اون کشورهای صدرنشین جدول که اعلام نمی کرد تعداد کسانی که در حالت بحرانی هستن، و این اولین باره که اعلام کرده، و این تعداد هرچند که دروغه، این تعداد خیلی کمتر از واقعیت هستش، ولی به هر حال اعلام کرده و تعداد نسبتا زیادی هستش. حالا ببینیم ارزش این اعداد چی هستش و چرا ما باید آگاه باشیم از اینا. این تعداد کل
بیماران ببخشید مبتلایانی که تست کروناشون مثبت شده بر اساس آماری که ما از مراکز بهداشتی درمانی میگیریم 76136 نفر تا دیروز بوده و این آمار این نمودار آبی آمار حکومتی هستش در مورد تعداد کیس های موجود موارد موجود یعنی چی؟ یعنی از تعداد کل که مثلا 29000 اعلام کرده بود برگردم به اون اسلاید اینجا که 29406 نفر اعلام کرده بود و تعداد کیس های موجود یا افرادی که الان کرونا دارن که این در واقع از تعداد کل تعداد مرگ و میر و تعداد بهبودیافته ها رو کم می کنن و این عدد به وجود میاد این 16715 که اینجا در این منحنی نشون دادیم و اون تعداد کلش هم که در نظر بگیرید 29000 چیز در حدود اینجا میشه مثلا یه منحنی اینجوری میشه در صورتی که با این منحنی بسیار متفاوته و تازه این منحنی حدود کمتر است بسیار کمتر است حتی 40-50% مبتلایان واقعی در جامعه رو نشون میده اما میبینی که شیب این منحنی با وجود اینکه هنوز این واقعی نیست شیب این منحنی بسیار سعودیه و بسیار متفاوته با شیب منحنی که حکومت داره اعلام میکنه که این یک جنایت علیه بشریت و یک جنایت علیه مردم ما هستش به خاطر اینکه کمک های بهداشت جهانی بر اساس آمار و داده هایی هستش که از کشورهای دیگه از کشورها از وزارت بهداشت و درمان کشورها میگیرن اینجا نگاه بکنید موارد مثبت جدید روزانه که مال دیروز اون چیزی که حکومت اعلام کرده 2389 مورد جدید بوده در صورتی که آمار مرکز بهداشتی نشون میده که 4721 مورد جدید بوده و این همونطور که گفتم کسانی هستن که تستشون مثبت میشه حالا از چه درصدی از مردمی که واقعا مبتلا هستن این تست رو میگیرن و حساسیت این تست اینجا در کشورمون که میدونیم پایین هستش چیز در حدود 72% و اینا هستش با این نسبت با این حال با این وضعیتی که داره نشون میده این آماری که در منحنی نارنجی میبینید در ستونهای نارنجی میبینید بر اساس اینا هستش که هنوز بسیار متفاوته از اون چیزی که حکومت اعلام میکنه و اینم تعداد مرگ و میر کل هستش که در روز گذشته تعداد کل مرگ و میر بر اساس آماری که از مراکز بهداشتی درمانی رسیده و اینا کسانی هستن که توی پروندهشون ثبت شده بر اثر کرونا فوت کردن این جدا از اون 50% بقیه است که روی پروندهشون می‌نویسن بر اثر بیماری‌های مختلف دیگه فوت کردن خب حالا یارو اگه مثلا یه بیماری زمینه‌ای داره که 20 سال دیگه هم نمیمیره یا حتی اصلا بیماری زمینه‌ای نداره مثلا برای یه سری از کسانی که در مثلا سنشون 20 خورده‌ای یا 30 خورده‌ای بوده که اصلا هیچ مورد بیماری مثلا قلبی نداشتن براشون نوشتن که بر اثر بیماری قلبی و سکته قلبی اینا فوت کردن در صورتی که واقعیت بر اثر کرونا بوده خب همه بیماران بالاخره در نهایت ایست قلبی پیدا میکنن دیگه خب اینجا نشون میده که بر اساس این آمار که بسیار متفاوت از اون چیزی که حکومت اعلام کرده که تعداد کل مرگ و میر 2234 نفر اعلام شده حتی خود این آمار که 50% مرگ و میر واقعی بر اثر کرونا را نشون میده 8493 نفر یعنی تعداد کل چیز در حدود 17000 نفر ما مرگ و میر داشتیم از به دلیل کرونا از زمانی که کرونا در ایران شروع پیدا کرد تا دیروز حالا چرا این خیلی مهم هستش حالا ببینیم تخمین تعداد واقعی مبتلایان و نیاز به تخت بیمارستانی و مراقبت ویژه که مهم اینجاست و اینجا عمق فاجعه رو شما میبینید ببینید ما اگه در نظر بگیریم که 17000 نفر مرگ و میر داشتیم و بگیم که این 17000 نفر 1.2% مبتلایان به کرونا هستش تعداد مبتلایان واقعی چقدره؟
1,416,000 نفر حالا راندش بکنی، چیز در حدود 1.5 میلیون که ما قبلا هم گفتیم که این تخمینه که ما بر اساس شواهدی که داریم میبینیم انجام دادیم، چیزی در حدود 1.5 میلیون انسان در ایران مبتلا هستند و روزانه هم داریم میبینیم، خودمون با چشم خودمون داریم میبینیم که تعداد مبتلایان بسیار بیشتر از این چیزیه که اعلام میشه. حالا شما بیاید اینو در نظر بگیرید که ما چه تعداد تخت بیمارستانی میخواییم. تعداد تخت‌های بیمارستانی بر اساس آمار واقعی 97,000 و برخلاف اون چیزی رو که حتی یک آقای دکتری که البته نمی‌شناسم، واقعا نمی‌دونم که ایشون دکتر بودن یا نه، یک ویدیوی کوتاهی تهیه کردن و یه سری راهنمایی‌های خوبی توش بود، اما ضمن اون راهنمایی‌ها تعداد تخت‌های بیمارستانی و تعداد تخت‌های مراقبت‌های ویژه رو بسیار بیشتر از اون واقعیت اعلام کردن که با این دروغ ها دل مردم خوش بکنن. واقعیت اینه که 954 بیمارستان فعال، چه در حدود 980 بیمارستانه، ولی 954 بیمارستان فعال در کشور وجود داره که البته بیمارستان های تهران و مراکز استان ها تعداد تختشون بیشتره، اما در بسیاری، تأکید میکنم بسیاری از شهرهای ایران بیمارستانها تختاشون کمه و در واقع تختایی که هستن تختای بیمارستانی اصلا نمیشه حساب کرد. ولی حالا فرض کنیم که به طور متوسط هر بیمارستان 100 تخت داره، 954 بیمارستان فعال داریم، ضرب در 100 که بکنید 95,400 تخت بیمارستانی داریم. حالا فرض کنیم بر اساس اون آماری که ما داریم از تخت‌های بیمارستانی این 97,000 تخت درست باشه. خب شما با 97,000 تخت چجوری میتونید به 1.5 میلیون بیمار رسیدگی بکنید؟ که البته خب میدونم که چیز در حدود 80% بیماران ممکنه به تخت بیمارستانی نیاز پیدا نکنن، اما حسابشو بکنید که چقدر ما کم داریم حتی به نسبت 20% این تعداد. خب حالا تخت‌های آی سی یو که این خیلی مهم هستش، تخت‌های مراقبت‌های ویژه، ما چه تعداد تخت داریم؟ همونطور که اشاره کردم بیمارستان‌های تهران، خب اینجا می‌بینیم که بیمارستان‌هاش، بعضی از بیمارستان‌ها تعداد تخت‌های مراقبت‌های ویژه‌شون تعداد تخت‌های آی سی یو. ببینید دوستان، تخت آی سی یو خیلی فرق داره با تخت‌های دیگه و حتی تخت سی سی یو رو واقعا نمیشه تخت آی سی یو حساب کرد. خب تخت های آی سی یو تنها تخت نیست، مسئله امکانات و تجهیزاتی که برای اون تخت هستش و سرویس دهی. شما باید پرستار آی سی یو داشته باشید، تربیت شده برای آی سی یو، پزشک داشته باشید که البته متاسفانه تعداد پزشکان واقعا اینتنسیویست و متخصص آی سی یو اینجا در کشور ما انگشت شمار هستند و بیشتر از متخصصین بیهوشی استفاده میکنند و متخصصین دیگه. ولی مسئله این هستش که شما برای تخت آی سی یو تنها خود تخت مهم نیست، اون امکانات و تجهیزاتیه، مثلا ونتیلیتر، اون دستگاه تنفس مصنوعی خیلی مهمه و سرویس دهی که می کنید برای این تخت، که هر تخت آی سی یو حداقل یک پرستار لازم داره، در شرایط بحرانی البته دو پرستار لازم هست برای یک تخت، که ما میدونیم و میبینیم و شاهد هستیم که این کار اصلا عملی نیست در این کشور. و متخصصین آی سی یو و کسانی که سرویس دهی میکنن به آی سی یو، اینا مهم هستش. حالا با وجود اینا رو در نظر بگیرید و اینو در نظر بگیرید که بسیاری از بیمارستانهای کشور، تأکید میکنم بسیاری از بیمارستانهای کشور تخت واقعی آی سی یو اصلا ندارن و تعدادی هم تختاشون به حدود 3 تا محدود میشه. حالا درسته اینجا در تهران و در مراکز استان ما تعداد بیشتری تخت آی سی یو داریم، ولی اگه شما در نظر بگیرید به طور متوسط که هر بیمارستان 5 تخت آی سی یو براش در نظر بگیریم، 954 بیمارستان فعال ضرب در 5 بشه، 4770 تخت آی سی یو ما داریم. یعنی حالا روندش بکنید 5,000 تخت آی سی یو ما داریم، در صورتی که
اون آقای دکتر گفتن ما 15,000 تخت آی سی یو داریم که این غیر واقعی است. خب حالا برگردیم به این آمار و حالا مقایسه بکنید تخت های مراقبت های ویژه رو و تعداد کل بیماران رو و تعداد کسانی که در حالت بحرانی هستن و نیاز به مراقبت های ویژه دارن، شما مقایسه بکنید با این وضعیت چجوری کشور ما و سیستم بهداشتی درمانی ما جوابگوی این تعداد بیمار میتونه باشه که اصلا امکان نداره. حالا برگردیم به تعداد واقعی تخت‌های مراقبت‌های ویژه که ما لازم داریم. با این شرایط که خدمتون اعلام کردیم که 1,500,000 نفر مبتلا هستن و تا آخر فروردین این به 2,000,000 میرسه، با تمام شرایطی که مردم در واقع کمک کردن و خودشون رو قرنطینه کردن و این همه آگاهی رسانی از طریق کانال‌های مردمی، آگاهی رسانی و توصیه های پزشکی از طرف پزشکان و پرستاران شرافتمند کشور و کادر بهداشتی درمانی که واقعا در خط مقدم جبهه نبرد با کرونا و در واقع با حکومت آخوندی هم هستن دیگه، چون اونا دارن، در واقع حکومت داره اینو گسترش میده، کرونا رو گسترش میده در کشور که این عمدی هستش. حالا حسابشو بکنید، اگه 1,500,000 نفر جمعیت ما که الان مبتلا هستن، تنها 2% از اینا احتیاج به تخت آی سی یو پیدا بکنن، که البته بیشتر از اینه، معمولا 5% افرادی که مبتلا میشن 5% نیاز به مراقبت های ویژه خواهند داشت و دارند و میبینیم الان. در این تنها مخصوص ایران نیست، اینو به طور میانگین در سطح جهانی ما داریم میبینیم. خب تازه بگیم که 2%، ما 30,000 تخت مراقبت های ویژه نیاز داریم. آیا واقعا این امکانو داریم؟ حالا به عمق فاجعه میتونید پی ببرید. حالا میدونید که چرا ما در مورد این منحنی ها اینقدر تأکید میکنیم، چرا میگیم که این کاری که حکومت انجام داد یک خیانت، یک جنایت و یک فاجعه علیه انسانیت و علیه مردم ایران هستش. به این دلیل حالا شما که به عمق فاجعه پی بردید، برگردید و یک نگاهی بندازید به این دوتا منحنی و ببینید فرق این دوتا منحنی بدون معیارهای پیشگیری و با معیارهای پیشگیری چقدر هستش و تفاوت این چقدر جون انسانها رو در این منحنی قرمز میتونه به خطر بندازه و در منحنی آبی چه تعداد از انسانها رو ما میتونیم نجات بدیم. به هر حال این چیزی بود که میخواستم خدمتون عرض کنم و آگاه باشید به این مسائل و اینکه توصیه میکنیم که این قرنطینه ها باید ادامه پیدا بکنه و سرعت ابتلا به کرونا و سرعت ابتلا به بیماری کووید 19 و تعداد کسانی که به تخت بیمارستانی نیاز دارن و نیاز خواهند داشت و مخصوصا کسانی که به تخت مراقبت های ویژه و سرویس دهی مراقبت های ویژه نیاز دارند و در آینده بیشتر میشه و نیاز خواهند داشت، به چه فرم هستش و بر اساس این آگاهی و این شفافیت شما تصمیم بگیرید. بنابراین این وظیفه ما مردم هستش که اینو کنترل بکنیم و گروه های بسیار زیادی که درست شدن، گروه های مردمی برای ضد عفونی کردن جاهای مختلف و برای پخش توصیه های بهداشتی درمانی و برای اینکه مردم رو بیشتر آگاه بکنن، این بسیار بسیار ضروری هستش و این گروه ها بسیار زیاد باید کار انجام بدن و تعدادشون باید فوق العاده زیاد بشه در سطح کشور در همه شهرها و این اطلاع رسانی بکنن و اطلاعات رو به مردمی که این اطلاعات رو ندارن منتقل بکنن. سپاسگزارم از اینکه این ویدیو رو نگاه کردید. سعی میکنیم ویدیوهای کوتاهی هم چه تخصصی و چه به زبان ساده بیشتر درست بکنیم در مورد
بروز شدن اطلاعات در مورد مخصوصا درمان و واکسن و کارهایی که میشه انجام داد که پیشگیری بکنیم از ابتلای سریع تعداد زیادی از هم میهنان و هرچه منحنی رو به طرف منحنی با معیارهای پیشگیری به طرف منحنی آبی ببریم جون انسانهای بیشتری رو میتونیم نجات بدیم. سپاسگزارم از اینکه ویدیو رو نگاه کردید، حتما منتشر بکنید و چه از طریق کانال‌های مردمی و چه از طریق تک تک هم میهنان عزیز این ویدیوها باید منتشر بشه و به دست تعداد بیشتری از مردم برسه که همه با هم، این کار جمعی کار ملی هستش و همه با هم بتونیم جون انسانهای بیشتری و هم میهنان بیشتری رو نجات بدیم. سپاسگزارم و آرزوی روزها، ماها و سالهای خوب و پر از سلامتی و شادی و شادکامی رو براتون دارم.